بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از سلسله مباحث زندگی مؤمنانه در خدمت آقای دکتر کدیور هستیم با عنوان خدا، جهان و انسان در روز یکشنبه نهم آبان ماه سال 1400 مطابق با 31 اکتبر سال 2021 میلادی. بیشتر از این مصدع اوقات نمیشم. در خدمت های دکتر کدیور هستیم برای شروع جلسه. بفرمایید دکتر. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای دنیا که تشریف برید. مدت این مثنوی تأخیر شد، قرار بود که این جلسات ماهیانه برگزار بشه، اما جلسه چهارم با 6 هفته تأخیر داره برگزار میشه. بابت تأخیر موجه پیش آمده من عذرخواهی میکنم. امیدوارم از این به بعد جلسات به شکل مرتب برگزار بشه. از پیگیری مداوم برگزار کنندگان گرامی و صبر دوستان عزیز تشکر میکنم. همونطور که مجری محترم اشاره کردند، جلسه چهارم زندگی مؤمنانه را برگزار میکنیم با عنوان خاص خدا، جهان و انسان. خلاصه جلسه رو من جلسه گذشته رو نوشتم، ولی به خاطر صرف وقت اون رو نمیخونم. دوستان میتونن اون رو ملاحظه بفرمان. جلسه گذشته ما در مورد هسته سخت اسلام بود. 10 مؤلفه رو برای اون ذکر کردیم و مهمترین مؤلفش مسئله است که عنوان جلسه امروز ماست. نخستین مؤلفه هسته سخت اسلام و رکن اصلی زندگی مؤمنانه ایمان به خداوند است. زندگی مؤمنانه بدون حضور مؤثر خدا در تمامی اجزای زندگی مؤمن محقق نمی شود. بس در حضور و نقش مؤثر است، نه حضور منفعل و نقش تزئینی و تشریفاتی که بود و نبودش تفاوتی ندارد. حضور مؤثر خداوند در 3 ساحت مورد نظر است: در هستی، جهان و طبیعت، در اجتماع بشری در طول تاریخ و اکنون در جامعه انسانی، و بالاخره در نفس انسانی، یعنی در جان خودمان به صورت منفرد و مجرد. در مورد خالق بودن خدا فعلا بین مؤمنان بحثی نیست. همه قبول دارند که خدا خالق جهان و انسان است. بحث در نقشی بیشتر از خالقیت خداست. خدا خالق هستی، جهان، طبیعت و خالق انسان و در نتیجه تاریخ و جوامع انسانی و آحاد آدمی است. اما حقیقتا نقش خداوند بعد از خلق عالم و آدم چه بوده است؟ به نظر می‌رسد انتظارات و اطلاعات ما از نقش الهی با واقعیت آن تفاوت دارد و این تفاوت باعث اشکالات فراوان دینی و اجتماعی و بحران‌های فردی شده است. کوشش می‌کنم در این جلسه در 3 ساعت یاد شده نقشی که خدا در متون دینی، فلسفی و عرفانی، یعنی در حقیقت در 3 راه معرفت متافیزیک به عهده دارد را با نقشی که اذهان عمومی معرفی شده است مقایسه کنم. خواهیم دید گاهی با افزایش عوامانه و بیپایه انتظارات از خدا چقدر به خدا باوری و دینداری ضربه وارد شده است. بحث من شامل 3 مبحث میشه به همین تناسب 3 ساعتی که عرض کردم. مبحث اول در مورد خدا و جهان است. خداوند که هستی کامل است، ماسوای خود را ایجاد کرده است. ماسوا یعنی غیر از خدا. ماسوای خداوند موجوداتی ناقص هستند که البته طیفی را تشکیل می دهند.
و از موجودات مجرد از ماده از قبیل فرشتگان و ملائک که نقصان کمتری دارند تا موجودات مادی که نقصان بیشتری دارند و وجودشان محدودیت‌های زمانی مکانی دارد را شامل می‌شود. اما همه موجودات اعم از مجرد و مادی در تمام وجودشان نیازمند موجود بی‌نیاز مطلق یعنی خداوند هستند. موجودی که چند سباهی بیشتر زنده نیست در همان ایام کوتاه نیازمند خداوند است و موجودی همانند انسان که حدوداً یک سده زنده است کمتر یا بیشتر نیاز بیشتری دارد و موجوداتی از قبیل ملائک که فرازمانی هستند نیازشان نیز به همین میزان گسترده تر است. این وابستگی ذاتی تمام عالم به خداوند به فقر ذاتی موجودات و غنای ذاتی خداوند تعبیر می شود. این نکته مهم در یکی از آیات قرآن ترسیم شده است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. سوره فاطر آیه 15. ای مردم شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی‌نیاز است. فقط انسان‌ها فقیر نیستند. البته آیه در مورد فقر انسان‌هاست. همه موجودات غیر خداوند فقیر هستند. ملا صدرا حکیم بزرگ قرن 11 اصطلاح بسیار جالبی در این زمینه وضع کرده است. فلاسفه قبل از او ماسوای خداوند را ممکن الوجود و خداوند را واجب الوجود معرفی می‌کردند. به این معنا که تنها وجود او ضرورت دارد و عدم در او راه ندارد. اما موجودات دیگر می توانند نباشند یا بودنشان کامل نیست، یعنی در نحوه بودن خلل و عدم راه دارد. ملا صدرا امکان وجودی را به امکان فقری ارتقا داد. تنها غنی به ذات خداوند است و ماسوای خداوند فقیر و نیازمند است. این نیازمندی منحصر به وقت ایجاد و احداث و خلقت نیست تا بعد از آن مرتفع شود، بلکه این نیاز و فقر دائمی است، همواره با این گونه موجودات است، رفع شدنی نیست. این رشته های وابستگی غیر خداوند به خداوند با قوانینی عمومی و جاری در جهان هستی سرشته شده است. این قوانین عام الهی در عالم غیب و عالم شهادت یا جهان ماورای احساس و جهان محسوس جاری است. در زبان دینی به این قوانین سنن الهی گفته می شود، سنت های خداوند. ما با دانش اندکمان به اندکی از این قوانین علم داریم. در کتاب و سنت به برخی از این سنن الهی اشاره شده است. فلسفه و عرفان برخی از این قوانین عالم غیب و شهادت را کشف کردند. علوم تجربی عهده‌دار کشف قوانین عالم مادی هستند، از قبیل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و غیر اینها. برای مثال این که ما قانون جاذبه یا گردش سیارگان یا گردش الکترون‌ها دور هسته اتم یا علل بسیاری از بیماری‌ها و نیز راه علاج آنها را کشف کرده ایم، در حقیقت از همین سنن الهی در طبیعت پرده برداشته ایم. نخستین تلقی نادرست همینجا خودش را بروز می دهد. داشته می شود که بخشی از طبیعت را که شناخته ایم، به قوانین آن اشراف پیدا کرده ایم، کاری به خدا ندارد. منطقه متعلق خدا صرفاً بخش مجهول و تاریک طبیعت است، آنجا که تاکنون از علل آن بی اطلاعیم و در نتیجه توان مقابله با آن را نمی دانیم. سهم خدا در این تلقی نادرست بیماری‌های لاعلاج و پدیده‌های ناشناخته طبیعی است و سهم انسان کلیه پدیده‌هایی است که دانش بشری توانسته است تاکنون از آنها سر در بیاورد. این تلقی کاملاً نادرست و عوامانه است، ولو گوینده آن برخی دانشمندان و روشنفکران باشند. از منظر مؤمن به خدا، قوانین موجود در طبیعت اما از آن که تاکنون توانسته ایم آنها را کشف کنیم یا بعداً آنها را کشف خواهیم کرد، همه توسط خداوند در دل طبیعت به ودیعه نهاده شده است. و در حقیقت این قوانین همان رشته های وابستگی پدیده های طبیعی به خداوند است. کشف پدیده های طبیعی
به استحکام بیشتر ایمان مؤمنان می انجامد. کسی که میلتن دارد با پیشرفت علوم تجربی ایمان به خدا کاهش می‌یابد، در حقیقت ایمان به خدای رخنه‌پوش با ایمان به خدای اسلام را اشتباه کرده است. در معرفی حکیمانی از قبیل ابن سینا، سهروردی و ملا صدرا، ما ایمان به خدا به ایمان به خدای اسلام بسیار نزدیکتر است تا ایمان به خدای رخنه‌پوش در خدای امثال نیوتن و گالیله و کوپرنیک و دیگران. ما به متافیزیک متناسب به فیزیک خودمان احتیاج داریم. این که مؤمنی به لحاظ علوم تجربی به قله‌های دانش فیزیک و شیمی و زیست شناسی و غیر آنها بالا رفته، اما در اعتقاد دینی خودش در حد معارف ابتدایی باقی مانده، متافیزیک و فیزیک او با هم همسطح نیستند. چون همسطح نیستند مشکل می آفریند. مشکل از پیشرفت دانش تجربی نیست. باید پیشرفت می کرد و پیشرفت هم خواهد کرد. مشکل از عدم پیشرفت دانش دینی و معارف اعتقادی این افراد است. خدا جهان طبیعی را با سنن الهی خود اداره می کند. او این جهان را به گونه ای طراحی کرده است که ما بی‌پنداریم خودگردان است. یعنی لازم نیست در هر واقعه خدا برخلاف سنن خود دخالت کند و نظم طبیعی را دستکاری نماید. در حقیقت جهان دارد با مشیت بالغه الهی میچرخد. اتقان این تدبیر و مشیت باعث شده که گاهی طراح آن را در نظر نگیریم. نگاه مؤمنانه به جهان، یعنی همه این قوانین جاری در طبیعت را متعلق به خداوند بدانیم، بلکه حکمت و مشیت او را محدود به دانسته های خود هم نشناسیم. دانسته های ما بسیار اندک است. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. هرچه دانش ما در عمق زمین، ژرفای اقیانوس ها و دل آسمان بیشتر می شود، به عظمت خدا بیشتر پی می بریم. چون مؤمن هستیم، بحث در مورد غیر مؤمنان نیست. مطالعه و تحقیق دانش های تجربی برای یک مؤمن در حقیقت خداشناسی است، نه طبیعت شناسی. این طبیعت شناسی در خدمت خداشناسی او قرار دارد. دو نکته باقی می ماند. یکی معجزات و دیگری شرور طبیعی. اما معجزات نفی سنن الهی در طبیعت نیست، بلکه انجام امور از طریقی است که از علم عادی مخاطبان مخفی است. در معجزه محال عقلی رخ نمی دهد، رخ دادنی نیست. محال وقوعی چرا؟ برای تفاوت درک تفاوت محال عقلی و محال وقوعی باید حدی از منطق و فلسفه را آشنا باشیم. در هر حال معجزه متعلق به زمانه دیگر است. بحث این نیست که امروز امکان معجزه نیست. بحث در این است که انسان دیروز بیشتر به معجزه نیاز داشته است تا انسان امروز. در عین پذیرش معجزه، آن را همانند اشاعره بابی برای نفی سیطره سنن الهی و نقض قانون علیت نمی‌پنداریم. به علاوه معجزه راهی برای مقابله با افراد دیرباور گذشته است. امروز دوران اقناع و استدلال است و اینکه در دین ما معجزه نهایی پیامبر ما هم کتاب است و قرآن است و خواندنی است، دلالت بر همین امر می کند. اقناع و استدلال برای مخاطبان اولیه. اگر سوالی بود در این زمینه پاسخگو خواهم بود بعد از اتمام سخن. اما شرور طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتش فشان و بیماری ها، بس تفصیلیش در سلسله مباحث خدا و شر ضمن 7 جلسه گذشت. هیچ کدام از این پدیده‌های طبیعی در حد خود شر نیستند. اینها شر نسبی هستند، نه شر مطلق. اینها آنچه ما شرور می‌پنداریم
عوارض جهان طبیعی است. جهان طبیعی منهای شرور نسبی آن غیر ممکن است. نپنداریم که میشد جهانی بدون این پدیده ها آفریده شود. غیر ممکن است. انسان با عقل خداداد خود به تدریج دارد راه مقابله با این پدیده های طبیعی را پیدا می کند. زلزله یا سیل یا وبا و طاعون یا کرونا همانند گذشته کشته نمی گیرند. چرا؟ چون دانش انسانی افزایش یافته است. اگر کشته ای صورت گرفته است، افرادی از دنیا رفتند به خاطر ناتوانی علمی ما بوده است. گردی بر دامن خدا نمی نشیند. به عبارت دیگر، از منظر مؤمنانه مقابله با این شرور ابتلاست، آزمایش است که باعث ارتقای دانش بشری شده و باعث آبدیدگی و گرایش بیشتر به سمت خداوند می گردد. این نگاه مؤمنانه به همه این شرور نسبی است. در نتیجه، در ساحت نخست یعنی جهان و طبیعت، عالم پر از خداست. کافی است چشم سر باز کنیم، چشم دل باز کنیم تا او را ببینیم و بیابیم. هیچ پدیده طبیعی بدون برنامه پیشین، قدرت، علم، حکمت و خیرخواهی مطلق خداوند اتفاق نمی افتد. از نگاه مؤمن همه این صفات مطلق است. علم مطلق، قدرت مطلق، حکمت مطلق، خیرخواهی مطلق. مؤمن می تواند همه اشکالات وارده را حل کند و پاسخ دهد و پاسخ داده است. کشف هر پدیده طبیعی نشانه دیگر از عظمت خداوند است. آنچه شرور طبیعی پنداشته می شوند با احتساب خیر کثیر کاملا قلیل و لازمه برخورداری از آن خیر کثیر محسوب می شوند. منظر مؤمنانه در جهان هستی بدون مشکل پیش می رود. اگر کسی در وجود خدا تردید دارد، آن مسئله دیگری است. در جلسات دیگری باید با او به سخن نشست. مؤمن با باور به خداوند مشکل لاینحلی در زمینه جهان و طبیعت ندارد. مسائل جدید علوم طبیعی از قبیل تکامل داروینی، فیزیک کوانتوم، انفجار بزرگ، پیشرفت‌های نوروساینس و امثال آنها هیچ کدام مشکلی جدی برای خداباوری ایجاد نکردند، بلکه عرصه‌های جدیدی برای شناخت عظمت خدا بر روی مؤمنان گشودند. این بحث اول من، مبحث اول در مورد خدا و جهان. مبحث دوم، خدا تاریخ و اجتماع انسانی است، یعنی حضور خدا در تاریخ و در جامعه اکنون. قضیه وابستگی فقری وجود انسان، وجودی انسان به خداوند، تفاوتی به وابستگی جهان به خداوند ندارد. یعنی تاریخ و جامعه هم همانند جهان به خداوند وابستند و همان شکل به او فقیرند و او بی‌نیاز. اما انسان برخوردار از عنصر عقل و اختیار و امکان گزینش شر داستان دیگری دارد. خداوند دو عامل درونی و بیرونی را برای هدایت انسان در اختیارش گذاشته است. فطرت خدا طلب و وجدان خداجو از یک سو و پیامبران الهی از سوی دیگر. انسان می تواند به هر دو راهنما پشت کند. هم به راهنمای درونی به وجدان و فطرتش، هم به راهنمای بیرونی خدا و آیین الهی پیامبران، و زلالت را و گمراهی را انتخاب کند، کما اینکه برخی چنین کردند. همچنان که میتواند به ندای وجدان و پیامبران الهی گوش فرا دهد و رستگار شود. زندگی مؤمنانه در یک کلام، یعنی به ندای وجدان و سخن پیامبران گوش فرا دادن، نه چیزی بیشتر. در طول تاریخ قدرت علل اغلب در دست انسان‌های نامحذب و ستمکار بوده است. در دنیای کنونی هم غالب جوامع انسانی از فقدان عدالت، فقدان آزادی یا فقدان رفاه رنج می‌برند و تبعیض، فقر و خفقان مشکل اغلب جوامع انسانی است. می‌توان گفت زندگی جمعی انسان‌ها غالباً در طول تاریخ و اکنون با رنج، درد و
به دور از آسایش و خوشبختی همراه بوده است. پرسیده می شود چرا خدا به نفع مظلومان و بر علیه ظالمان کاری نکرده و نمی کند؟ این پرسشی بسیار عوامانه است. چرا ظلم ادامه دارد و رنج و درد آدمی پایانی ندارد؟ چگونه باید خدا را در تاریخ و اجتماع حس کرد؟ اگر خدایی نبود چه می شد و چه فرقی می کرد با اکنون که خود می پندارید خدا وجود دارد؟ این سوال‌ها رو من بدون تعارف شنیدم و مطرح می کنم و کوشش می کنم پاسخ بدم. در پس این پرسش ها یک انتظار است. خدا می بایست علاوه بر فطرت حقجو و علاوه بر ارسال پیامبران شخصا در دفاع از حق و سرکوب باطل مایه می گذاشت و اجازه نمی داد تبعیض و بی‌عدالتی بر جوامع انسانی سیطره پیدا کند. این تلقی عوامانه بسیاری از ماست. این همان قضیه شر اخلاقی است که تفصیل بحث آن در مباحث خدا و شر گذشت. توضیح بیشتر این که تمامی این شرور، یعنی جنگ و تجاوز و فقر و تبعیض و خفقان، ناشی از اختیار و آزادی انتخاب انسان است. انسان‌های شیطان صفت با سوء استفاده از این نعمت خدا داد، عملاً با پشت پا زدن به فطرت و تعالیم الهی پیامبران عامل اصلی رنج و درد و بدحالی دیگر انسان‌ها شده و می‌شوند. خدا انسان‌ها را در این دنیا به حال خود گذاشته است. یعنی با محترم شمردن آزادی و اختیاری که به آنها اعطا کرده است و انذار از زیر پا گذاشتن وجدان و تعالیم الهی پیامبران بنا ندارد پاداش و مجازات اخروی را در این دنیا انجام دهد. بین دنیا و آخرت باید تفاوتی باشد و تفاوت است. کوشش نکنیم آخرت را به دنیا بیاوریم و آنچه را که قرار است برای بدکاران در آخرت جهنم شود بپنداریم میتوان آن را در این دنیا برقرار کرد و عملا زندگی همه را جهنمی کرد. اگر قرار شود خدا بر علیه باطل و در دفاع از حق در دنیا علاوه بر نکات پیش گفته دخالت کند و وارد شود، دو راه دارد. خواهش میکنم به این دو راه به دقت توجه کنید. یکی سلب اختیار انسان‌ها و فرشته صفت کردنشان به نحوی که امکان به فعلیت در آوردن باطل نداشته باشند. دیگری انسان‌ها مسلوب الاختیار نشوند، اما خداوند با وارد کردن نیروی ویژه و غالب در همین جهان بر علیه باطل وارد کارزار شود. در هر دو راه اول خلاف سنن الهی در جهان و تاریخ اتفاق می افتد. اما راه اول نقض برنامه اصلی الهی در خلقت انسان است. خدا در روایت قصه خلقت در مقابل اعتراض فرشتگان به فساد و خونریزی برخی انسانها می گوید چیزی می داند که آنها نمی دانند. و در دیگر آیات کرامت انسان را به عقل و اختیار او معرفی می کند و اینکه شخصا این انسان حق انتخاب دارد و خدا انتخاب او را در دنیا گرامی می دارد، حق یا باطل. یعنی میگه تو باطل هم انتخاب کردی، کار توست، آخرت با من است. با سلب اختیار آدمی در اختیار شر همه این برنامه های عظیم خدا منتفی می شود. یعنی عملا ما با خودخواهی چون میپنداریم مظلوم هستیم و نباید شخصا رنج بکشیم، میگوییم که خدا باید همه برنامه هستیش را، برنامه‌ای که به آدمها، به تک تک آدمها خوب یا بد اختیار داده است، حق انتخاب داده است، این را نفی کند تا من رنجی نبینم، تا من دردی نکشم. به علاوه این نقض سنت آزادی و مسئولیت انسان است. وقتی امکان انتخاب شر نباشد، چه تفاوتی است بین انتخاب خیر و انتخاب شر؟ همه اجباراً خیر را انتخاب می کنند. حتی اگر شر را انتخاب کنند، عملی نمی شود، چون قرار است خدا جلو شر را بگیرد. جهان اصلا عوض می شود. همه ما می شویم فرشته، دیگر انسان نیستیم.
اما راه دوم، راه دوم یعنی این که خدا امکان وقوع شر را از بین نبرد، اما همواره تا شر خواست تحقق پیدا کند، تا باطل خواست محقق شود، یک نیروی ویژه غالب را بفرستد، اعزام بکند و در نتیجه جلوی وقوع شر را بگیرد. این خلاف سنت الهی ابتلاست. خدا اراده کرده است که انسان در دنیا مورد فشار و آزمایش قرار گیرد و در کوره این فشارها تفتیده شود و علی رغم فشارها و رنجها و دردها حق را انتخاب کند و بر آن استقامت کند و از مزایای اخروی آن بهره‌مند شود. با ورود نیروی غیر متعارف الهی بر علیه باطل، عملا سنن الهی ابتلا، استدراج و املا نقض می شود. من در مورد تک تک این سنن الهی در دروس قرآنم در حسینی ارشاد زمانی که در ایران بودم بحث کردم. الان متن فایل صوتی اونها روی وبسایت هم موجود است، میتونید مراجعه بفرمایید و گوش کنید. در حالی که در این صورت عملا اختیار انسان عبث خواهد بود، چرا که خدا با پارتی بازی و امتیاز ویژه برای مؤمنان و مظلومان باطل را از صحنه حذف کرده است. این چه گلی به سر حق است؟ کسانی که چنین انتظارات گزافی از حضور مستقیم خدا در مرافعات و نزاهای انسانی دارند، متوجه لوازم باطل انتظارات خود نیستند. اما اگر قرار است خدا در قبال شرور انسانی مستقیما در این دنیا وارد کارزار نشود، دو اشکال مطرح می شود. یکی قضیه دعا و دیگری عدم تفاوت باور به خدا و عدم باور به اوست. به این دو اشکال توجه کنید، شاید کمتر به خصوص به دومی پرداخته شده باشد. توضیح این دو اشکال. اشکال اول، خدا در قرآن فرموده است ادعونی استجیب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم دعای شما را. کمتر مؤمنی میتوان سراغ کرد که برای رفع موانع زندگیش دعا نکرده باشد و از آن سو گفته میشود کمتر دعایی را میتوان سراغ کرد که مستجاب شده باشد و علامت تعجب، در حالی که بسیاری از دعاهایی که مستجاب نشده از سوز دل و با صمیمیت تمام از خدا خواسته شده، چون راه دیگری نداشته، بیمار لاعلاج داشته یا مثلا در یک شرایط قرار گرفته که احدی به دادش نمیرسد و خدا را خواسته از توی زندان یا فرض بکنید توی کوره آدمسوزی و مانند اینا، و نمیتوان گفت سرسری دعا کرده است. خیر، از ته دل هم دعا کرده اما دعاش مستجاب نشده، در کوره سوخته شده، در زندان شکنجه شده و مانند اینا. تازه اگر دعا مستجاب شود، یعنی اسباب متعارف و عادی نقص شده است و قرار شد، یعنی بنده گفتم، خدا از سنن الهیش کوتاه نیاید. بنابراین نتیجه این می شود دعا فایده ندارد و عملا استجابتی در کار نیست. خب این علامت تعجب، این صورت اشکال. اما پاسخش، اولا هر دعایی به مصلحت انسان باشد قطعا مستجاب می شود از منظر مؤمن. اما باید باور کنیم بسیاری اوقات ما مصالح خفیه احوال خود را تشخیص نمی‌دهیم. حداقل برای خود من گوینده شخصا مکرر اتفاق افتاده که بعد از مدتی متوجه شدم مصلحت من در عدم استجابت برخی دعاهایم بوده است و من بی‌توجه بودم و چقدر خدا را شکر کردم که آنچه صلاح من بوده محقق کرده، نه آنچه من به زبان یا به دل خواسته بودم. قطعا برای تک تک شما هم چنین وقایع اتفاق افتاده است. ثانیا، خدا قطعا برخی دعاها را مستجاب کرده است. چرا کتمان می کنیم؟ تجربه شخصی هر یک از ما گواه است. من شهادت می دم که این امر برای خودم رخ داده است. برای شما می توانید به دلتان مراجعه کنید ببینید رخ داده است یا نه. ثالثا، استجابت برخی دعاها فرق عادات عادی است، اما نقض سنن الهی یا اسباب علت و معلول یا همان محال وقوع عقلی نیست. توضیح این که برخی امور را ما عادتاً محال می‌دانیم اما عقلاً محال نیست. استجابت دعا در همین مرحله اتفاق می‌افتد، یعنی محالات عادی، نه محالات وقوعی، نه محالات عقلی. تفاوت اینها هم در منطق و فلسفه تبیین شده است. من توی بحث مستقل در مورد دعا سال گذشته داشتم، میتونید مراجعه بفرمایید، اینها رو توضیح دادم به دقت.
رابعاً استجابت بسیاری از دعاها به گونه دیگری است. به این نکته توجه بفرمایید. به ظرفیت وجودی دادن به دعا کننده، ظرفیت او را بالا بردن، او را همسو با رود خروشان هستی نبودن و راضی به رضای خود کردن. یعنی ظرفیت وجودی ما به حدی با دعا گسترش پیدا می کند که راضی به رضای خدا می شویم و آنچه او مقدر کرده است می پذیریم، می پسندیم و زیبا می دانیم و دیگر رنج نمی بریم. این بالاترین مزیت دعاست. مگر قرار نیست ما خوش زندگی کنیم نه با رنج و درد؟ دعا این شرایط را برای ما ایجاد می کند. مؤمن چنان اعتمادی به خدا دارد که می داند اگر استجابت دعا به مصلحتش باشد قطعا صورت می گیرد و اگر مستجاب نشود قطعا به مصلحت او نبوده است و در هر صورت در دعا چنان حالی به مؤمن دست می دهد که به عاشق در حال معاشقه با معشوقش. باید به این حال برسی تا بفهمی و توجه کنی و لمس کنی دعا برای مؤمن یعنی چی. توضیح اشکال دوم. اگر همون که گفتیم وجود و عدم وجود خدا چه تفاوتی در تاریخ و اجتماع داشته، وقتی قرار است که به همون سننش اکتفا بکند و به نفع مظلوم کنه وارد نشود، خب بین وجود و عدم خدا چه فرقی است؟ اگر خدا قرار نیست در منازعات انسانی در دنیا دخالت کند، بس چه فرقی با نبودنش؟ میگویند توضیح اشکال، خدا غائب است. از الهیات غیبت می نویسند. الهیات غیبت، غیبت امام 12 نیست، غیبت خداوند است. تو همین زبان فارسی الهیات غیبت می نویسند. بین مؤمن به خدا و کافر به او دیگر فرقی نیست. هر دو در کارزار زندگی دست و پنجه نرم می کنند. مثلا یکی باور به خدا و دیگری بدون آن برای استقرار عدالت و آزادی مبارزه می کنند. یکی دیندارانه، دیگری به شکل ماتریالیستی و مثلا مارکسیستی و امثال هم. این دو مبارزه چه فرقی با هم می کنند؟ یعنی بود و نبود خدا در مبارزه سیاسی اجتماعی هیچ فرقی ندارد. این سوالی است که دقیقا من یادمه، نوجوان بودم در سال 54 برای بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش آمد. برخی از اونها که نتونستن این مسئله را حل بکنن رفتن و مارکسیست شدن. گفتن آقا ما هیچ در مبارزه میبینیم بین مسلمان بودن و مارکسیست بودن فرقی نیست، بین موحد بودن و ماتریالیست بودن فرقی نیست، بلکه اصلا علم با مبارزه مارکسیسته. رفتن و مارکسیست شدن. بخونید خاطرات اینها رو ببینید اونجا چه گفتن. پاسخش کن. این هم برخواسته از انتظاری خلاف واقع از حضور خدا در جوامع انسانی است. مگر قرار است تحقیق یک مؤمن یا تحقیق یک کافر در حوزه علوم طبیعی یا ریاضی یا علوم انسانی اجتماعی فرقی داشته باشد؟ مثلا شمای دانشمند، شمای فیزیکدان، شمای زیستشناس مؤمن باشی، اون دیگریش کافر باشد، موحد نباشد. خب مهم اینه کدومش باید به نتیجه برسد؟ چون جناب عالی دعا میکنید باید نتیجه فیزیکی و زیستشناسی به نتیجه برسد؟ اون یکی که بهتر از شما کار میکنند اما نماز شب نمیخواند، اصلا نماز نمیخواند، اون نباید نتیجه تحقیقش موفقیت آمیز باشه؟ پس کجا در آوردیم؟ کجا خدا همچنین وعده هایی به ما داده است؟ هر کدام مبتنی بر موازین علمی باشد موفق میشود، ولو محقق آن کافر باشد. هر کدام مبتنی بر موازین علمی نباشد مردود میشود، ولو محقق آن مؤمن و نماز شب خوان باشد. اگر جز این بود باید در عدالت خدا تردید میکردیم. در عرصه تلاش و مبارزات اجتماعی و سیاسی نیز آن تلاشگر و مبارزی که قواعد سیاسی و اجتماعی را رعایت کند تلاشش به نتیجه میرسد، موحد باشد یا کافر باشد. و آن که بدون برنامه و تجربه لازم و بدون رعایت موازین اجتماعی سیاسی تلاش کند به جایی نمیرسد ولو خدا باور و مؤمن باشد. قرار نیست ایمان به خدا جبران کننده تنبلی ها و ندانم کاری های ما باشد. با صراحت میگویم ما عزیز دردانه خدا نیستیم. خدا برای ما مقرر کرده است اگر این موازین را رعایت کنید نتیجه میبینید. عرصه ایمان عرصه دیگری است، عرصه مبارزه، عرصه علم تجربی، عرصه علم انسانی نیست. در این امور باید به موازین همونها عمل بکنید.
خدا به ما عقل داده است تا با آن موازین علمی تحولات سیاسی و اجتماعی را کسب کنیم. نتیجه تابع درست عمل کردن است، نه در گروه ایمان به خدا. ایمان به خدا جای دیگر فایده دارد، نه اینجا. آری، خدا در چنین اموری نقشی ایفا نمی کند و نباید هم بکند. اگر کسی چنین انتظاری دارد، انتظاری کاملا عوامانه است. خدا خدایی می کند، قرار نیست بیاد جای من و توی انسان انسانیگری کند. خدا کار انسانها را قرار نیست به عهده بگیرد و تنبلی ما را جبران کند. چون این انتظاراتی گزاف و کاملا نادرست است. نگرش خودمان را اصلاح کنیم و از خدا چون این انتظارات بیپایهی نداشته باشیم. این دست از انتظارات از خدا شبیه انتظاراتی است که از دین می رود و قبلا و برآورده نمی شود و دین متهمه به ناتوانی می شود و من در مباحث مستقل انتظار از دین به این امور اشاره کردم. انتظار علوم تجربی، انتظار علوم ریاضی، انتظار علوم انسانی، انتظار علوم اجتماعی از دین از این دست است. کسی که میپندارد دین باید سیاست و اقتصاد و مدیریت و حقوق جامعه را به سامان بیاورد و با چنین نگرشی متخصصان دانش‌های دینی را متصدی حوزه عمومی کرده است، مثلا اداره کشور را به دست فقها یا روحانیون سپرده، خطایی فاحش و اشتباهی سهمگین مرتکب شده است. اینها کار عقل و تجربه بشری است، چه ربطی به دین و فقه و شریعت دارد؟ پیامدهای تلخ و تأسف‌بارش را در ایران می‌بینیم و در افغانستان خواهیم دید. با پوست و گوشتمان لمس می‌کنیم، هم برادران و خواهران افغانیمان هم لمس خواهند کرد. آری، حضور خدا و نقش اصلی او در تحول در جان آدمی است که در مبحث بعدی بررسی می‌کنم. نتیجه این مبحث دوم، سنن الهی در تاریخ و جوامع انسانی حاکم است. خدا از یک سو به آدم عقل و اختیار داده است و از سوی دیگر از دو طریق فطرت و ارسال پیامبران حق را از باطل تمیز داده و انسانها را به تبعیت از حق دعوت کرده است. اما در قبال گزینش باطل از سوی انسانها چه سهوًا و چه عمدًا در دنیا دخالتی نمی کند، ولو مقابله با حق به رنج و درد دیگر آدمیان منجر شود. انسان موظف از خود بر اساس سرمایه خداداد و تعالیم الهی از حق دفاع کند و از باطل پرهیز کند. قرار نیست خداوند در منازعات دنیوی بر علیه حق ستیزان و در دفاع از مظلومان دخالت کند و سنن خود را در تاریخ و جامعه زیر پا بگذارد. استجابت دعا هم هرگز به معنای نقض سنن لایتغیر الهی نیست، بلکه به معنی گسترش ظرفیت وجودی دعا کننده و راضی کردن جان اوست. البته هر دعایی که به مسرت حقیقی دعا کننده باشد قطعا مستجاب می شود. در مبارزات سیاسی اجتماعی شرط موفقیت رعایت موازین علمی مبارزه است، نه ایمان به خداوند. خب، اما بحث سوم که فکر می کنم بحث اصلی امروز من باشد، خدا و باطن آدمی. اگرچه عالم و آدم در شراشر وجودشان نیازمند خداوند هستند و این فقر وجودی مرتفع شدنی نیست، اما خداوند در طبیعت و تاریخ با سنن خود تدبیر می کند و انتظار دخالت برای رفع شرور طبیعی و انسانی منهای از طریق سنن الهی انتظاری گزاف و بیپای است. خداوند با اعطای عقل و اختیار به انسان و فطرت به ارسال رسولان حجت را بر انسان تمام کرده است و در این دو ساحت حضور و نقش دیگری ندارد. اما ساحت سومی به نام جان آدمی یا باطن او یا نفس و ضمیر انسانی هست. در این ساحت مؤمن بودن با مؤمن نبودن تفاوت جوهری دارد و اگر قرار است ایمان کاری کند که می کند و کرده است و خواهد کرد، در این ساحت سوم است. در این ساحت خدا چندین نقش به عهده دارد. خواهش میکنم دوستان توجه کنند، بحث من زندگی مؤمنان است. این بحث، این بحث سوم در حقیقت عهده‌دار عنوان اصلی است. خدا در درجه اول ناظری عالی است. مؤمن خود را در محضر ربوبی میداند، محضری که روز و شب ندارد و هیچ چیز
از نگاه تیز او پنهان نیست. این نظارت، نظارت خداوند بسیار مؤثر است. ما وقتی در مقابل دوربین تلویزیون قرار میگیریم و به ما میگویند داره برنامه ضبط میشود، تفاوت میکنه. گفتنمون، ادا و اطوارمون، همه چیزمون تفاوت میکنه. حالا اگر بدونیم 24 ساعت 100 سال زندگی، هر چه زندگی هستیم، زنده هستیم، همواره در مقابل دوربین خدا هستیم. وقتی ناظر آگاه از هر چیز، قادر بر هر چیز، خیرخواه مطلق، این ناظر خیرخواه مطلق باشد، بزرگترین معنی را به زندگی مؤمن می بخشد. این که بدانی کسی هست که می داند تو در چه موقعیتی هستی، در چاه هستی، در سلول انفرادی هستی، در آب در حال غرق شدن هستی، در کوره آدم سوزی هستی، در هر جا هستی، از حال و روز تو آگاه هست. این که هر جا هستی تنها نیستی، بی کس نیستی، امید آفرین و نیرو بخش است. همین که بدونی کسی تارد تو رو میبیند، کسی در این حد از عظمت با این صفات عالی، بودش با نبودش زمین تا آسمان فرق میکنه. با چنین ناظر عالی هر درد و رنجی تحمل کردنی است. هرچه صفات این ناظر کاملتر و جامعتر باشد، نظارتش مؤثرتر است. ناظری که در سرای دیگر داور است، یعنی برای او خبر نمی آورند. کسی داوری می کند، قاضی همان ناظر است، قاضی همان شاهد است. شاهد نمی تواند به او دروغ بگوید، خودش شاهد بوده است. ناظری که در سرای دیگر داور است، داوری عادل و منصف و در عین حال بسیار بخشنده و بسیار مهربان. با نظارت چنین ناظری معنای زندگی با نبود آن زمین تا آسمان فرق دارد. اصلا بزرگترین اثر ایمان همین است، در محضر او بودن. نقش، اگر بخوام ادامه بدم، فراوان هم آیات، هم روایات، هم قطعات عرفانی از عرفای بزرگ ما معید این مسئله است. نقش دیگر خداوند در زندگی مؤمن محبوبیت اوست، یعنی رابطه مودت، محبت و عشق. مؤمن خدا را دوست می دارد، خدا محبوب اوست. این محبت یک طرفه نیست، دو طرفه است. کسی هست که ما را، مرا، تو را دوست می دارد. آن هم چه کسی، چه عزیزی، با علم، قدرت و خیرخواهی مطلق و بخشش و محبت بیکران. با چنین دوست و محب و عاشقی مؤمن چه کم دارد؟ از آن سو با چنین محبوب و معشوقی زندگی چنان شیرین می شود که به وصف در نمی آید. کافیست بیاد بیاوری روزی که عاشق کسی شده باشی، همه چیزش با روزی که عاشق نبوده ای فرق می کند. و اگر عاشق خدا باشی همه چیز فرق می کند. با چنین عشق و محبتی و محبوب و معشوقی که در نظارت و حضور او زندگی می کنیم، زندگی به اوج تعالی و جذابیت در می آید. زندگی مؤمنانه یعنی زندگی عاشقانه، با هیچ سبک دیگری از زندگی قابل مقایسه نیست. واقعا قابل مقایسه نیست. آنچه تو داری و خدا ناباور ندارد، همین عاشقی و معشوقی است، به شرطی که تو عاشق باشی و معشوق را بشناسی. و اگر اشکالی در این است، اشکال از من و توست، نه اشکال از معشوق است، نه اشکال از این سبک زندگی است. این هم در مباحث چالش اسلام و قدرت من به تفصیل بهش پرداختم، هم جای دیگر انشاءالله بهش خواهم پرداخت، اما امروز میخوام فهرستم رو کامل کنم. این هم نقش دوم خدا. نقش سوم خدا، تأثیر دیگر خدا در زندگی مؤمنانه، قدرتی است که مؤمن از این راه کسب میکنه. این قدرت معنوی و روحانی است. مؤمن با این قدرت روحی که برگرفته از ایمانش به خداوند است، هر سختی را تحمل میکنه و به جنگ هر ناملایمی میرود. این قدرت معنوی و روحی مانع از افسردگی و سرگشتگی مؤمن است. اگر افسرده ای، مؤمن نیستی.
او با چنان ناظر، دوست و محبوب و معشوقی از چنان سلامت روح و روان برخوردار است که ناخدا باوران به او غبطه می‌خورند. امروز ثابت هم شده، اگه کسی تردید داره سرچ بکنه تا ببیند بیماری‌های روحی و روانی بین باورمندان به خداوند کمتر است. این را پزشکان خدا ناباور هم تایید کرد نوشتند. اکنون چند پرسش مطرح است. چرا در ضمن عبادات و پرستش، در نماز، در روزه، در حج، در زکات حضورش را لمس نمی کنی؟ چرا هنگام تلاوت قرآن و در ضمن دعا و مناجات او را حس نمی کنی و با او سخن نمی گویی؟ چرا دعاهای ما را اجابت نمی کند؟ چرا او را ولو با چشم دل نمی بینیم؟ چرا با او دل خوش نیستیم؟ چرا افسرده و پژمرده هستیم؟ اما پاسخ به پرسش اول، من به تک تک این پرسش ها به اختصار پاسخ میدم. اگر عباداتمان عبادت باشد و نماز نخوانیم بلکه نماز را اقامه کنیم و از ظواهر شرعی به باطن عبادات نقد بزنیم، آنگاه نماز و روزه و حج و زکات من جان پیدا می کند و حقیقتاً در وقت نماز احساس می کنیم که داریم با خدا سخن می گوییم و در حج یا زیارت خانه خدا صاحب خانه را واقعاً ملاقات می کنیم و زکات را واقعاً به دست خدا می دهیم. زمانی که به فقیر انفاق میکنی، زکات میدهی، دست خدا را لمس میکنی. من شعر نمیگویم، واقعیت میگویم، مضمون بسیاری از احادیث معتبر ماست. برای آشنایی با روح عبادات یا روح نماز، روح روزه، روح حج، روح زکات میتوانید به فصول کتابهای اخلاقی در زمینه باطن و روح عبادات مراجعه کنید. اسامی کتابها را هم ذکر میکنم. بالاخره در بین شنوندگان کسی پیدا میشود، برود برخی از اینها را مطالعه کند، بداند که قضیه چیست. هم کتاب فارسی، هم کتاب عربی، کتابهای عربی هم همه خوشبختانه ترجمه شده است. کیمیای سعادت غزالی به فارسی است. اون ربع عباداتش رو مطالعه کنید. احیاء علوم الدین غزالی، این هم به عربی است. دائرة المعارف اخلاقی عرفانی غزالی به فارسی هم ترجمه شده. محجة البيضاء فی احیاء الاحیاء ملا محسن فیض کاشانی به نام راه روشن، این تهذیب یا قرائت شیعی از احیاء علوم الدین غزالی است که توسط فیض کاشانی نوشته شده، به فارسی هم 8 جلد در اختیار شماست. جامع سادات ملا مهدی نراقی به فارسی ترجمه شده به نام اخلاق اسلامی. معراج الساده ملا احمد نراقی به فارسی است اصلا، اون بخش عباداتش، بخش باطن عباداتش. مراجعه بکنید ببینید قضیه چیست. ما داریم فقط ظاهر نماز رو انجام میدیم، هیچ وقت نرفتیم سراغ باطنش. خب وقتی نرفتیم، خب معلوم گیرمون نمیاد. برای دستیابی به باطن عبادات، ملاقات با خداوند، سخن گفتن با او، نیاز به تمرین و برنامه ریزی است. خیال نکنید یک شبه بدون تمرین و برنامه برای من و شما حاصل می شود. مگر می توان بدون تمرین و مربی در مسابقات ورزشی موفق شد؟ ماها و گاه چندین سال تمرین و تعلیم و تمرین می خواهد. اگر ورزش بدنی چنین برنامه ریزی نیاز دارد، به طریق اولا ورزش روحی هم به این سادگی به نتیجه نمی رسد. تمرین و تعلیم و ممارست لازم دارد. اگر نمازمان دلا و راست شدن است، اگر روزه‌مان گرسنگی و تشنگی کشیدن است، اگر حجمان دور کعبه چرخیدن و سعی صفا و مروه کردن است بدون هر گونه تغییر روحی، اگر از پرداخت زکات انفاق لذت نمیبریم، اشکالش تکلیف و وجوب عبادات نیست تا برخی با تأثیر به مسیحیت از وجوب عبادات، واجب بودن عبادات صرف نظر کرده آنها را مستحب اعلام کنند و بفرمایند هر وقت حالش را داشتید عبادات را به جا آورید و نماز بیحاله اسقاط تکلیفی نخوانید و روزه بیحاله اسقاط تکلیفی نگیرید، بلکه گاهی نماز باحال اقامه کنید،
اگر حالش را داشتیم روزه بگیریم و حالش را هم نداشتیم که بدون تعارف غالبا هم حال نداریم، نه نماز بخوانیم نه روزه بگیریم. و بپنداریم مکلف بودن به نماز و روزه باعث بیروح بودن و بی سر بی سیرت شدن عبادات ما شده است. اینها آدرس غلط دادن است. این راه حل‌های ظاهراً روشن فکرانه پاک کردن صورت مسئله و ناشی از عدم درک درست اسلام است. این چه نسخه است که پیچیده شده است؟ با چنین تجویزهایی از اسلام چه باقی میماند؟ عبادتش بود که آن هم دود هوا کردیم. همانطور که فرمودند توحید و عبادت فقط در مجتمع باقی میماند از اسلام. این دو هم که اختصاصی به اسلام ندارد. حاصل برخی تأملات این گونه گذار از اسلام است. راحت و صریح بفرمایند و خودشان را راحت کنند. عبادات من عبادت نیست، چون اصلا در این بخش از دین من سرمایه گذاری نکرده ایم. به خودمان مراجعه کنیم، چقدر وقت صرف کرده ایم برای درست کردن عبادات ما؟ آن وقت ایمیل به من بزنند که من در نمازهایم حال به دست نمیدم. هر وقت حال داشتم نماز بخوانم، هر وقت حال داشتم روزه بگیرم. برای دستیابی به روح نماز و باطن روزه کجا زحمت کشیده ایم؟ آن وقت شکایت میکنیم چرا در نمازمان بی حال است و روزه ایمان بی سیره؟ تقصیر از خودمان است. خودمان را اصلاح کنیم. اگر هم حال اصلاح خودمان را نداریم، بی زحمت برای اصلاح دین نسخه نپیچیم. اما پاسخ پرسش دوم، چرا هنگام تلاوت قرآن و در ضمن دعا و مناجات حس نمیکنیم با او سخن میگوییم؟ محمد اقبال لاهوری در کتاب مشهورش احیای فکر دینی به انگلیسی که به فارسی هم توسط مرحوم احمد آرام ترجمه شده می نویسد آن گونه قرآن را تلاوت کن گویی جبرئیل بر شخص تو نازل شده است. اما قرآن خواندن ما تحولی در روح و روان ما ایجاد نمی کند. چرا؟ انگار نه انگار که ما مخاطب یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوهای قرآن هستیم. فضیل ابن عیاض متوفای 787 هجری که از طریق دزدی امرار معاش میکرد، دزد بود، راهزن بود، شبی به نیت سرقت و فسق از دیوار خانه بالا رفت. از داخل خانه‌ای که قرار بود از آن دزدی کند صدای کسی شنید که مشغول خواندن این آیه قرآن بود. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا برای کسانی که ایمان آوردند هنگام آن نرسیده است که دلهایشان به یاد خدا نرم و فروتن گردد؟ عیاض از بالای دیوار، عیاض راهزن دوست از بالای دیوار با شنیدن این آیه متحول شد. چرا من و تو متحول نمی شویم؟ فریاد برآورد خدایا زمانش رسیده است. توبه کرد، زهد پیش نمود و از زهاد و عرفای زمانی خود شد. تذکرت الاولای عطار نشابوری رو بخونید. احوال فضیل بن عیاض و از جمله راویان موثق امام جعفر صادق. راستی زمان تحول روح و روان ما نرسیده است؟ مثل آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله کم نیست توی قرآن. به گفته غزالی در کتاب جواهر القرآنش، جواهریست در قرآن، جواهریست که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. باید زرگر باشی تا بدونی در قرآن چه زرها و جواهریست. باید غواص این اقیانوس باشی تا بتوانی از آن در و گوهر استخراج کنی. به گفته آقای طباطبایی در المیزان، غرر آیات را باید نسب العین زندگی خود کنیم. زندگی مؤمنانه یعنی در چارچوب غرر آیات قرآن زیستن. آیاتی که به دلیل دارا بودن ویژگی‌های برجسته محتوایی و بیانی، مرجعیت و جامعیت خاصی در تبیین آموزه‌های قرآنی یافته و به مرور از شهرت فراوانی ارجاع و استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شدند. آیا به عنوان یک مسلمان مؤمن به دنبال آشنایی و کسب معرفت از این دست آیات بوده ایم؟
اصلا به گوشمان خورده است، غرر آیات یعنی چه و کدام آیات چنینند و ما در زندگیمان چقدر به این غرر آیات مراجعه کرده ایم و چقدر به آنها عمل کرده ایم. آشنایی حداقلی با زبان عربی و اطلاع از آیات درهایی از معرفت را به روی مؤمن می گشاید که از هر باب آن درهای متعددی گشوده می شود. آموزش رسمی در تعالیم قرآن بسیار بد عمل کردن در دبستان و راهنمایی دبیرستان های ما. این آموزش را باید از تربیت خانوادگی به فرزندانمان شروع کنیم و قبل از آن خودمان آموزش ببینیم. اگر به جای صرف وقت درباره مکانیسم و رؤیا است یا رؤیا نیست و مباحثی از این قبیل که به دلیل از غیب بودن و هرگز به جایی نخواهد رسید به محتوای قرآن می پرداختیم، انس بیشتری با قرآن پیدا می کردیم و از محضر قرآن در زندگی ما استفاده بیشتری می کردیم. انصافاً جفاکار بوده ایم درباره قرآن، خودمان، متفکرانمان و بیش از همه روشن فکرانمان. در این زمینه در بحث مستقلی نقش قرآن در زندگی مؤمنان را با جزئیات بیشتری انشاءالله در همین سلسله جلسات مطرح خواهم کرد. اما پاسخ کوتاه به چند پرسش با توجه به اتمام وقت. چرا دعاهای ما را اجابت نمی کند؟ اشاره کردم انتظارات نابجایی در این زمینه داریم. دعاهایی که اجابتش به صلاح من باشد قطعا خدا اجابت می کند. اگر به صلاح من باشد شرایط استجابت را فراهم نکرده ایم، خالصانه خدا را نخوانده ایم یا گناهانی مرتکب شده ایم که مانع استجابت دعاست، از قبیل حق الناس، تجاوز به حقوق مردم، حق مردم بخور هر چه می خواهی دعا کن، کجا خدا اجابت می کند؟ به حقوق همسایت گرسنه خوابیده است و تو شب سیر سر به بالین گذاشته ای، در خانواده در اطرافت یتیم بوده است و تو به آنها نرسیده ای، فکر میکنی داد به نتیجه میرسد استجابت میکند؟ خب خدا این شرایط رو هم برای من و تو گذاشته، به اون شرایط عمل نمیکنیم، بعد موقع سختی که میشه یه دعا میکنیم میگیم مستجاب نشد. خب یک قرار کردی یا گناه کردی توبه کردی؟ توبه کردم؟ چرا خدا را ولو با چشم دل نمی بینیم؟ چون چشم دلمان را باز نکرده ایم. طرف جوکایست که شنیده رفته بود پیش دکتر میگفت نمی بینم، میگفت آقا عینک تو از چشمت برداری، عینک تیره رو می بینی. حالا ما یک چشممون رو اصلا بستیم، باز نکردیم، خوابیم و بعد میگیم نمی بینیم. چشمتو باز بکن، بیدار نشده ایم، چشممان را غبار گرفته. و سوال آخر که این جوابش میتونه طولانی باشد اما یک جمله بیشتر نمیگم، چرا با او دلخوش نیستیم؟ چرا افسرده و پژمرده ایم؟ اگر چنین هستیم چون مؤمن نیستیم، چون خانه دل را از اغیار پاک نکردیم. یادم هست توی بحث رساله سهروردی تو رساله عشقش میگه خدا به خانه ناپاک وارد نمی شود. حالا توی متنی که نوشتم عبارات سهروردی رو میارم. خدا فقط به دلی پا می گذارد که قبلا پاک و پاکیزش کرده باشی، یک ذره گناه با توبه باقی نگذاشته باشی. اگر این دل پاک باشد، اگر ما تهذیب کرده باشیم با او دلخوشیم. دلخوش نیستیم چون خود را پاکیزه نکردیم. اگر میخواهیم سرخوش باشیم، اگر میخواهیم افسرده نباشیم و محضرش را درک کنیم، گناه نکن. و اگر گناه کرده ایم حقیقتا توبه کنیم، توبه نصوح کنیم و با او رو راست باشیم، کلاه سر خدا نگذاریم. شاید بشه سر بنده خدا رو کلاه گذاشت، کلاه شرعی هم گذاشت، اما سر خدا رو نمیتونیم کلاه بگذاریم. خدا با ما مثل کف دست است، با او مثل کف دست باشیم. اگر با او صاف و صادق باشیم همه این مشکلات برمیخیزد. زندگی مؤمنانه یعنی خالصانه مثل کف دست با خدا بودن. من اهل موعظه نیستم، همین چند خط رو نوشتم، همین چند خط رو خوندم برای شما تا بدانید زندگی مؤمنانه چقدر میتواند شیرین و مؤثر باشد. انشاءالله ما که اسممان را مؤمن گذاشته ایم
در صورت هم در صورت هستیم، انشاءالله در سیرت هم چنین باشیم و از مزایای عملی ایمانی برخوردار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.